مجله ژوندون 16 جدی سال 1351 شماره های 42 و 43. فیروز خان برای ساختن فیلمی به افغانستان می آید. کوکاکولا ساخت افغانستان بزرگترین تشنگی ها را فرو می نشاند. همچنان در شماره 42 و 43 مجله ژوندون مطالب جذاب و خواندنی دیگر نیز شامل می باشد. ژیلا هم آهنگ نو ثبت کرد. ژیلا یکی از خواننده های خوشآواز دیگر رادیو هم آهنگ نوی در روزهای پیش از عید خواند. ژیلا بعد از سرودن آهنگ در این محفل نباشد گر به دستم جام لبریزی را با انجری طلایی‌اش خواند پیش از پیش به شهرت رسید. همچنان تصادف موتر آقای زاخیل نوازنده کشور در همان روزها اتفاق افتاده بود که بخیر گذشت. در این رابطه در مجله ژوندون 16 جدی سال 1351 نوشته شده است که شاغل زاخیل شام پنجشنبه 3 قوس عین رانندگی با یک سرویس تویوتا در جاده سالنگ شدیداً مجروح شد. موتر زاخیل یکی از نوازنده های موسیقی رادیو افغانستان عینی که از جاده سالنگ میگذشت با یک سرویس تصادم کرد که به اثر آن موصوف بیهوش شد و اکنون قرار معلومات وضع صحیح و خوب است. همچنان در این شماره ها اخبار هفته. دیدار مرحوم موسی شفیق صدر اعظم زمان شاهی با مسئولین روزنامه و جراید افغانستان. قابل ذکر است که آن زمان رادیو تنها رسانه صوتی دولتی بود و رسانه به نام تلویزیون وجود نداشت. در این شماره مصاحبه و درد دلهای عزیز الله هدف بازیگر تئاتر افغانستان نیز تحریر شده است. این مصاحبه شامل حقیقت‌های زندگی، پریشانی‌ها و سختی‌های زندگی عزیز الله هدف است. او از مشکلات زندگی خود گفته است و اینکه چرا ازدواج نکرده است و چگونه به تئاتر رو آورده است. عزیز الله هدف تا آخر عمر مجرد زیست و در آمریکا درگذشت. همچنان در این شماره ها پیام های تبریکی به مناسبت عید قربان و همچنان ده ها مطالب دیدنی و خواندنی دیگر در مجله ژوندون سال 1351.